خدایا جهان پادشاهی تو راست زما خدمت آید خدایی تو راست پناه بلندی و پسی توی همه چند آنچه هستی توی عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما شاگردای عزیز و محترم امیدوارم که حالتان خوب باشد و جور و صحتمند باشید من محمد علی نجفی استاد مضمون دری دستن در هفتم در خدمت شما عزیزان هستم. خب عزیزای جلسه اول تحت عنوان بهترین سراغاز است شعری که میخوانیم از حکیم نظامی گنجایی تحت عنوان بهترین سراغاز از ای شاعر نامدار قرن ششم هجری قمری است در مبحث اول میاییم در مورد ای قضیه برای شما توضیح میدهیم و شعر را معنا میکنیم در قسمت دویوم همی جلسه دوستان در مورد اقسام کلمه و انواع آن با شما بحث و گفتگو میکنیم عزیزان قند با مکتب هادی با ما همراه باشید عزیزان قند بهترین سراغاز از کتاب لیلی و مجنون نظامی گنجه است ای شاعر نامدار قرن ششم هجری قمری پنج اثر دارد تحت عنوان خمسه یا پنج گنج که مهمتن اثر ای همین کتاب لیلی و مجنون است که اشان در واقع نزدیک در چهار هزار و بیت را سروده است ای این کتاب که جالب است که بدانید نزدیک چهار ماه طول می کشد و به دستور شیربانشا شاه گنجه در واقع این کتاب نوشته می شود خب ابتدا مصر رو دوستان یک بار بخوانیم همونطور که بر روی مانیتور میبینید درس را میخوانیم و سپس او را معنا میکنیم ای نام تو بهترین سراغاز به نام تو نامه کی کنم باز ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم ای کار هر هرچه هستند نام تو کلید هرچه بستند ای هست کنه اساس هستی کوته زدرت دراز دستی از آتش و ظلم و دود مظلوم احوال همه تراس معلوم هم قصه نانموده دانی هم نامه نانوشته خانی ای عقل مرا کفایت از تو جستن زمن و هدایت از تو هم تو به عنایت الهی آنجا قدمم رسان که خواهی از ظلمت خود رهایم ده با نور خودش نایم ده بله دوستان خب بر در خود متن شعر دوستان نگاه میکنیم و کلمات را معنا میکنیم و ابیات را برای شما معنا میسازیم بیت اول میگوید ای نام تو بهترین سراغاز به نام تو نامه کی کنم باز خب میبینیم که دوستان یک کلمه داریم تحت عنوان نامه این نامه در این بیت به معنای اون نامه ای نیست که شما از یک مکان در مکان دیگه میفرستید از مبدع در مقصد میفرستید بلکه در واقع مقصود شاعر از کلمه نامده ای کتاب چیز دوستان؟ کتاب است میگوید ای کسی که بهترین سراغاز نام توست چگونه میتوان کتابی را باز کرد کتابی را نوش و نام تو را ذکر نکرد ای یاد تو مونس روانم جز نام تو نیست بر زبانم نگاه کنید دوستان؟ اینجا کلمه ای مونس به معنای همدم است به معنای کسی است که همواره اسرار شما را نهفته می دارد ای کسی که همدم روح و روان من هستی روان به معنای چیز دستان جا روان به معنای همو روح انسان است جز نام تو نیست بر زبانم فقط و فقط نام الله هست که بر زبان ما میچرخد ای کارگوش های هرچه هستند نام تو کلیده هرچه چه بستن کارگشا به معنای آسان کننده کار است هر کاری را که آسان میکند خداوند کارگوشایی در او اتفاق می افتد. نام خداوند همانند کلیدی است که برای درهای بسته تعبیه شده است و هیچ دری با نام خداوند بسته نمی ماند. ای هست کنه اساس هستی کوتاه درد دراز دستی ای کسی که کل ای دنیا کل ای جهان به واسطه ای تو هستی گرفته است خلق شده است کوتاه زدرت دراز دستی هر کسی که میخواهد در واقع دست ببرد به سمت تو و دراز دستی بکند ای انسان نمیتواند کوتاه کلمه, مخ... کلمه کوتا دوستان مخفف کلمه کوتاه است از آتش و ظلم دود مظلوم احوال همه تو راست معلوم خب نگاه کنید دوستان میگوییم که دود در اینجا به معنای چیست آه و فقان انسان ستم دیده است خب آه و ناله همه انسان های مظلوم برای تو مبرهن است برای تو واضح است و تو حال همه انسان ها چه انسان های غمگین چه انسان های شاد و همه و همه را میدانی هم قصه نانموده دانی هم نامه نانوشته خانی تمام قصه هایی که نوشته نشده است و همه نامه هایی که هنوز نگاشته و نگارش نیافته است ای خدا تو میدانی و از احوال او آگاه هستی ای عقل مرا کفایت است و جستن زمن و هدایت است و ای خدا ای عقل ما با تمام توانایی با تمام ویژگی ها همه حس خود را از تو دارد من همیشه دنبالی هستم که جستجو بکنم، پرسشگری بکنم، جستن از سمت من اتفاق می افتد، ولی خدایا آن کسی که به مقصد میرساند فقط و فقط تو هستی. هم تو به عنایت الهی آنجا قدمم رسان که خواهی. خدایا توجه و لطف تو مرا به آن چیزی میرساند که خاص و اراده تو باشد. از ظلمت خود رهایی امده با نور خودش نایمده نگاه کنید دوستان اینجا میگوید که خداوندا از تاریکی و سیاهی ظلمات ما را نجات بخش و ما را به سمت وضوع و روشنی و سفیدی خود هدایت کن بین دوستان این شعری که خواندیم از دباشه کتاب لیلی و مجنون نوشته حکیم نظامی گنجوی است خب دوستان بخش دویومه که میخوایم برای شما مطرح بکنیم تحت عنوان قواعد دستوری است میدانید که یکی از بخش های بسیار بسیار پرکاربرد و مهم در حوزه ادبیات دری همین قواعد دستوری و نحوه آشنایی با اوست ما همه انسانها کسانی که در اقسانقات مختلف کشور عزیز ما افغانستان قرار موقعیت داریم از زبان فارسی و زبان دری استفاده میکنیم خب استفاده کردن از این زبان به منزله دانستن زبان است نه ما استفاده میکنیم ولی قواعد مربوط به او را نمیدانیم در این بخش از زبان دری دوستان میخواهیم در مورد اهمیت شناخت زبان با شما صحبت کنیم و بگوییم که چرا مایی که از زبان استفاده میکنیم باید بدانیم که این زبانی که استفاده میکنیم چه قواعد و گرامری دارد خب همونطور که میبینید دوستان میگویند که کلمه کوچکترین واحد معنادار مستقل زبان را گویند زبان خود یک ساختار است دوستان میگویم زبان یک نظام است و یک نظام کار اصلی آن ایجاد ارتباط است یک نظام اجزای دارد از در واقع جزءهای مختلف و تکه های مختلف تشکیل یافته است خب در میگوییم که کوچکترین واحد غیر معنادار دوستان اینجا نگاه کنیم ما گفتیم واحد معنادار کوچکترین واحد زبانی که معنا ندارد تحت عنوان واج از او یاد میشود تحت عنوان واژه از یاد میشد و بزرگترین واحد معنای تحت عنوان جمله مستقل معنادار میگویند حالا ما میگیم کوچکترین واحد معنادار مستقل زبان دوستان کوچکترین واحد مستقلی که معنای مشخصی دارد تحت عنوان کلم است مانند چی مانند باد مانند نامه و مانند آپاش خب ما میگوییم در اسلاید بعدی دوستان کلمه قسم دارد بخش هایی دارد سه قسم اصلی که ما میخوایم تحت عنوان اقسام کلمه از یاد بکنیم میگوییم که کلمه یا ساده است یا مرکب است و یا هم مشتق است این انواع کلمه است که میخوایم برای شما دوستان تعریف کنیم و مثالهای او را ذکر نماییم خب قسم اول رو گفتیم کلمه ساده کلمه ساده چه نوع کلمه است دوستان احسن ساده کلمه است که تنها از یک جزء معنادار تشکیل یافته و قابل تجزیه نمی باشد تنها و تنها فقط و فقط یک جزء دارد این کلمه ساده و او یک جزء معنادار است که نمیتوان او را منفک تقسیم کرد تجزیه کرد ای را میگویم تحت عنوان چی دوستان ای را تحت عنوان کلمه ساده می گویم مثال خانه گستن آیا کلمه خانه را شما می توانید تفکیک کنید می نصف کنید می او را به دو بخش تقسیم کنید بگویید که یک بخش معنا دارد یک بخش معنا ندارد قابل تجزیه نیست پس این کلمه می شود یک کلمه ساده م دوم کلمه کلمه مشتق است کلمه مشتق همان طور که در خود پس زمینه دوستان میبینید بر روی میبینید میگویم کلمه مشتق چه نوع کلمه است کلمه مشتق در اون نوع کلمه گفته میشود که در واقع یک جزء معنادار با یک جزء بی‌معنا با همدیگر ترکیب یافته و تشکیل یک کلمه جدید میده تحت عنوان کلمه مشتق خب مثالش رو دوستان نگاه کنید خب ما بر روی مثال ها میبینیم که کلمه یا نادان و یا آهنگر کلمه نادان یک کلمه است که در واقع مشتق است چرا مشتق است چون یک جزء به معنا دارد تحت عنوان نا و یک جزء معنادار دارد تحت عنوان دان خب جزء معنادارش چیست دان دان چیست دان بون مزاره فعل در واقع چه دوستان بون مزاره در واقع فعلی است که شکل یافته ترکیب یافته از مستر چی؟ از مستر دانستن خب ناب... نابمناست دان معنادار است و در کنار یکدیگر ترکیب شده و شده نادان و در واقع پیش از اصل کلمه قرار گرفته که دانستن جز معنادار است دان آمده پس نام شده چی؟ پیشینه خب حالا بعد میم می در کلمه بعدی آهنگر رو دوستان نگاه کنید کلمه آهنگر در واقع آهن جز معنادارش است و کلمه ای که در واقع جزء به ما را تشکیل میده چیه دوستان دی در واقع مثال گر است خب آهن جزء معنادار گر جزء به معنا حالا نگاه میکنیم در این مثال دوستان گر که جزء به معناست بعد از در واقع جزء اصلی ما که همون قسمت معنادار کلمه ما در کلمه مشتق است آمده و تشکیل یک کلمه جدید تحت آهنگ را داده است خب و سوم دوستان که نه آخر است کلمه مرکب است کلمه مرکب کلمه است که از دو جزء معنادار تشکیل شده هر دو جزء دارای یک معنای مستقل است در کنار یک دیگر تشکیل یافته ترکیب یافته یک کلمه جدید را شکل میدهد با یک معنای جدید خب نگاه کنید دوستان میگوییم چی؟ میگوییم رش سفید کلمه رش سفید دوستان دو نگاه کنید در کلمه ر سفید میبینیم ما یک رش داریم که در واقع یک کلمه معنادار است و یک سفید داریم سفید و رش در کنار یکدیگر ترکیب یافته و کلمه ر سفید یعنی کسی که سن و سالش زیاد است و تجربه بسیار بالایی دارد را معنا کنیم. خب کلمه دوم چیز نوروز نو به معنای تازه است و روز به معنای روشنای روز است دوستان که میبینید نو و روز در کنار یکدیگر ترکیب یافته و یک کلمه را تشکیل داده تحت عنوان نوروز این را میگویم در واقع یک کلمه مرکب خب یک بحثی که دوستان اینجا میمانه است که ما میگوییم کلمات ساده مشتق و مرکب حالا ببینید دوستان که ما در ای اسلاید میخواییم بگویم که هر سه نوع کلمه چه ساده باشد چه مشتق باشد و چه مرکب باشد این سه نوع ای کلمه رو تحت عنوان کلمات مستقل ما از یاد میکنیم کلماتی که در واقع دارای یک معنای مستقل با یک ترکیب جدید هستند. خب در انتهای بحث دوستان یک کار خانگی داریم خب قلم و کتابچه رو باز کنید و ای در واقع سوال رو در کتابچه خود ذکر کنید سوال چیز؟ سوال میگوید که کلمهای های ساده مشتق و مرکب را در واجه های مقابل مشخص کنید چه واجه است؟ یک آبگشت دو خوبی سه گفتار چهار همد پنج آینه و شش دروغگو این شش کلمه دوستان کلماتی هستند که از سه قالب خارج نیستند. یا کلمه ساده هستند، یا کلمه مشتق هستند و یا هم کلمه مرکب هستند. این سه نوع کلمه در واقع در این مثال ها آورده شده است برای ما تمیز اید تشخیص اید که کدام یک از این سه نوع کلمه میتواند این کلمات را دربر بگیرد دوستان عزیز در هر جایی از اقصای متفاوت کشور عزیز من افغانستان هستید در شمالی ترین تا شرقی ترین در غربی ترین تا جنوبی ترین اقصای مختلف کشور من هستید جور و سعتمند باشید پایان جلسه ای اول را اعلام میکنم تا جلسه بعد خدایا رو نگهدارتان